با درود و عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم، امیدوارم که همیشه سلامت و شاد باشید. امروز سه‌شنبه 21 فروردین ماه 1403 برابر با 9 اپریل 2024 و سال 2583 پادشاهی ایرانی. ویدئویی که براتون انتخاب کردم از گفتگو و صحبت‌های آقای محسن برهانی، استاد دانشگاه، البته اخراج شدن ایشون و عضو هیئت علمی دانشگاه بودن در جنبش زن زندگی آزادی. توی اون زمان ایشون یه سری انتقاداتی بر علیه دولت داشتن و خلاصه سری و سر اخراجشون کردن و هنوز هم فکر میکنم دنبال کارهای دادگاهیشون و بروبیا دارن هنوز با سیستم قضایی کشور. ایشون در اتاق فرید مدرسی اومدن و صحبت‌های جالبی کردن در ارتباط با جنجالی که آقای پناهیان به وجود آورده. ایشون یه سری صحبت کرده راجب محمد و علی، که اینکه محمد نمیدونم گوشتر خوده، علی خیلی آدم بد اخلاقی بوده، حالا اینا مسلمون‌های تندرو خیلی بهشون برخورده و اینو میگن سب و نبی کرده و باید محاکمه بشه، باید نمیدونم مجازات بشه. دیگه فعلا همه چیه ما تو ایران الان گل و بلبل هستش، الا اینکه پناهیان اومده به محمد و علی یه حرفای بدی زده. صحبت‌های آقای برهانی جالب هستش. ایشون هم در فقه بسیار وارد هستن و هم در امور قضایی. امیدوارم که صحبت‌هاشون مورد توجهتون قرار بگیره. دوستانی که در ایران هستن با زدن لایک و گذاشتن کامنت میتونن به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک بکنن. دوستانی که در خارج هستن میتونن از طریق گزینه تانکس و یا جوین کانال رو به هر اندازه که دوست داشته باشن حمایت بکنن. لینک پیپال هم براتون میذارم. یه مورد رو فقط سریع بگم. دوستانی که یه موقع شاکی میشن که چرا بعضی موقع حرفای این حزب اللهی‌ها رو بر میام میذارم، قبلا هم گفتم و بارها و بارها اینو اعلام کردم، اگر شما اینا رو به عنوان دشمن میدونین باید دشمن خودتو خوب بشناسی. شناختن دشمن بعضی موقع لازمه آدم بشینه و یه سری خزعبلاتی رو که میگن خوب گوش بکنه که نقطه ضعف ها و بالا و پایین های اینا رو پیدا بکنه. سعی ما اینجا همیشه بر این بوده که آگاهی بدیم به جوان و هموطن ایرانی که بدونه زمانی که میخواد با این اراذل و اوباش حکومتی به جنگه چجوری و سریعتر بتونه اینا رو از بین ببره و به آزادی برسه. زنده باد ایران، ایرانی با شرف و لعنت و هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا بکنه. قربونتون برم، دم همتون گرم. هستم در این اتاق و عرض ادب خدمت آقای مدرسی و آقای صالحی و جناب خلیلی. خب شاید اولین چیزی که مطرح میشه این که آقا شما یا در این زمینه تخصص دارید که میخواید حرف بزنید. من یه مقداری حقوق خوندم، یه ذره فقه خوندم. این برای دوستانی که علالقاده دنباله میگردن که آیا بنده حرف تخصصی میخوام بزنم در این تخصصم یا نه. جناب مدرسی، من یه بحثی رو میخوام مطرح کنم خدمت دوستان بنا طرح موضوع و علل قاعده حتما اشکالات و انتقاداتی بهش وارده، ولی به نظر من بحث بسیار مهمیه. من خیلی نمیخوام از اصطلاحات خاص علوم سیاسی یا فقهی یا اصولی استفاده کنم، چون شاید مخاطبان بنده در این اتاق با من همرشته نبودن و از رشته‌های مختلفی دارن عرایض بنده رو گوش میدن. یه نکته بسیار مهمی در ساحت حکمرانی وجود داره و اون اینه که زمانی که دولت مدرن متولد شد، یکی از اصلی ترین مباحثی که در حیطه دولت مدرن شکل گرفت این بود که این دولت بایستی محدود بشه، یعنی دولت بایستی ترمزهایی داشته باشه
یک قلمروی رو برای اعمال اقتدار داشته باشه، ولی همون اعمال اقتدارش باید نظاممند باشه. در عین حال حوزه هایی رو باید مشخص کنیم که حکومت داخل در اون حوزه ها اساساً دارای صلاحیت و مداخله نیست، و اون حوزه ها حوزه ها یک از آن شهروندانه. این ایده هم در دولت های مدرن جدید جز ارکان حکومت مدرنه، همچنین این ایده مورد پذیرش فقه اسلامی قرار داره. الان من نمیخوام دلائلم رو له این قضیه عرض کنم، اصل ایده رو میخواستم مطرح کنم. خب پس حکومت باید مقید باشد، رفتارش باید قابل پیشبینی باشه، در عین حال بایستی محدودیت های مشخصی در رفتارش وجود داشته باشه. اگر حکومتی دینی شد چه اتفاقی میفته؟ ما دو تا ترمز برای حکومت برای مشخص کردن حیطه اعمال اقتدار حکومت بتونیم تصویر کنیم. یک، قانون موضوعه در حکومت دینی عرض بکنم که این مشترک با حکومت‌های مدرنه، قانون حیطه رو مشخص بکنه. دو، در حکومت دینی فقه و احکام شرعی می تواند بخشی از این اقدامات رو انجام بده. چه اتفاقی می افته؟ جریانی شکل می گیره که از نگاه این جریان مشکل اساسیش اینه که این ایده رو قبول نداره، چون دال مرکزی این اندیشه قدرته، حفظ قدرت، اعمال قدرت و عدم محدودیت قدرت. این بحث هم تو علوم سیاسی مطرحه، هم در حقوق مطرحه، هم در حقوق جزا مطرحه، در ذیل بحث کریمینالیزیشن و جرم انگاری. این میگه برای من اینا مهم نیست، برای من مهمه فقط قدرت. حالا ثمره این نگاه چی میشه؟ خوب عنایت بفرمایید. ثمره این نگاه ببخشید، فقط قدرت بر اساس مبانی دینیه یا بر اساس مبانی این دنیاییه؟ یعنی کاملا ربطی به دین و خدا نداره. احسن. اینها با نوعی نگاه تفسیر به رأی در پی چی هن؟ در پی این هن که بگن آقا اصلا اول و آخر اسلام هم قدرته. به همین خاطر خوب دقت کنید کجا اینها به چالش کشیده میشن. یعنی هیچ شرطی ثانویه ما نداریم جز ابتدا قدرت، بقیه مسائل ثانویه است. همه چی تحت شعاع اینه. کجا ما با این جریان چون این جریان خوب دقت کنید این جریان فکری آقای مدرسی اصلا ماه اصل نیروهای امنیتی، این فکر نیروهای امنیتی همینو میخوان، قدرت ولا غیر. هیچ خط قرمزی، نه قانون، نه شرع، نه حقوق بنیادین انسانها، هیچی من میخوام اعمال قدرت و نه اخلاق، هیچی مطلقا و نه اخلاق. خوب اینات بفرمایید که این فرمایشی که آهات فرمودن همونیه که سال گذشته همین آقا گفت که اخلاق چه ربطی به دین داره، اصلا اخلاق با دین ناسازگاره. ببینید این نگاه میخواهد قدرت اوریان بدون ترمز رو چیکار کنه؟ هم جاستیفای کنه، هم بازتولید کنه، هم در مرحله عمل موانع این رو برداره. یعنی دقیقا همون حرفی که منتقدان، مخالفان، براندازان و آتئیستا نسبت به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حکومت دینی دارن مطرح میکنن رو دقیقا پیاده کنه.
دقیقا، یعنی اون چیزی که مخالفین میگوین در مورد اینها اشتباه نمیگن، واقعا دارن درست میگن. یعنی حالا فارغ کجا مشخص میشه آقای مدرسی؟ زمانی که میخواد قدرت خشن عریان بیضابطه اعمال بشه، بعد زید و عمرو میگن آقا تو نمیتونی اینجوری اعمال قدرت کنی، تو نمیتونی بزنی، تو نمیتونی کور کنی، تو نمیتونی بکشی، تو نمیتونی تجسس کنی، تو نمیتونی شهروند رو از حقوق اولیش محروم کنی، تو نمیتونی حیات یک شهروند رو از لحاظ اجتماعی. اینا میگن چرا نمیتونی؟ پس قانون در این گفتمان کجاست؟ وقتی شما حکومت دینی داری قانون تصویب میکنی، بعد این جریان ضد قانونه، این تناقض چجوری قابل توجیه؟ این تناقض قابل حل نیست از نگاه اونا. از نگاه اونها کسانی که دم از قانون میزنن به دفاع از مردم، دم از شرع میزنن به دفاع از مردم، اینها ایدئولوگهای نظام سلطان. حالا از یکی از این آقان اسم بردید، بذارید من اسم ببرم چون علنی بوده، خصوصی نبوده. بنده با همین دو گوش خودم در دانشکده حقوق در تالار شیخ انصاری شنیدم که جناب آقای میرباقری گفت در نظام ولایت ابلیس حقوقدانان محور اقدامات شیاطینن. شما که میایی با قانون دست و بال حاکمیت رو میبندی. بذارید دیگه یه نقل دیگه هم بکنم، جهنم و ضرر. یه زمانی توی یکی از این مجتمع هایی که هم به همین دختر پسرها گیر میدن در تهران، مجتمع ارشاد اسمم ببریم، قشنگ آدرسم بدم، یه رئیسی آمد در اون مجتمع که این آقا میخواست 3 ماه تهران رو جمع کنه، همه محجبه بشن، پارتی تموم بشه، شرب خم تموم بشه، ارتباط دختر بزن دیگی رو ببند. ایاتون باشه آقای مدرسی همون زمان، یعنی کاری که چند هزار پیامبر اومده، همون چند هزار پیامبر نتونستن انجام بدن، بالو ایشون بالو مدتی فرابزن 124 هزار. میگن 124 هزار تاست دیگه زار. حالا با اون کار ندارم. این آقای رئیس مجتمع خیلی علاقه من بود به همین شیخی که این حرفهای عجیب رو زده، صبحانه یک کاری گذاشت، دادیارها و بازپرسها رو گذاشت، این آقا اومد برای اینا صحبت کنه. اصلی ترین ایدهی که اونجا مطرح کرده گفت ببینید شما قاضی سکولار نباید باشید. قاضی سکولار قاضیه که تو کاراش به قانون استناد میده. شما دنبالی نباشید، شما قاضی سکولار نباشید، شما باید نگاه کنید ببینید اسلام چی میگه، امام زمان چی میگه. خب ببینید اونم تازه اسلام امام زمان خودش دیگه، این برخلاف مبانی حکومت مدرن و برخلاف مبانی حکومت پهلوی و برخلاف مبانی جمهوری اسلامی و برخلاف مبانی مشروطه. مگه این احکام بر اساس فقه شیعه به معروف این قانون نوشته نشده؟ شما دارید اینو نفی میکنید، این تناقض باز. حالا گوش کن آقای مدرسی، یک شخص دیگری که من نمیخوام اسم ببرم چون دیگه این خصوصیه، این آقا سابقه بسیار قضایی داشت و یکی از این چهرهایی که خیلی جاها مطرح میشه این ور اون ور، یکی از بزرگان وقت قوه قضاییه از ایشون پرسید که فلانی به نظر شما مشکل دستگاه قضایی چیه؟ ایشون یه تأملی فرموده بودن در فضای ملکوتی و عرفانی خودشون، بعد فرموده بودن که مشکل قوه قضایی ما اینه که قضات ما خیلی به قانون مقیدن. ببینید قانون چیه؟ قانون اون ترمزه.
این که من قانون میکنم برای چیه؟ برای اینکه من میگم آقا این ترمزه رو الان نگه داریم، بعد بریم قانون رو اشکال نداره عوض کنیم، تغییر بدیم. ولی اگر شما همین ترمز یعنی قانون و فقر رو در برابر لویاتان قدرت برداشتید، شهروند بی پناه مظلوم چیکار دیگه باید بکنه؟ غیر دعا چیکار باید بکنه؟ و ما چه کار دیگه داریم؟ این نگاه دال مرکزیش میشه قدرت، دشمنش چی میشه؟ دشمنش میشه این دو ترمز، یک قانون، دو فقه. این جریان یک جریان کاملا غیر فقهیه. الان توی این جمع صحبت کردن از فقه، خیلی وقتا دوستان، من کاملا قبول دارم، چه مستمعین اینجا، چه جامعه، چه کشور، من قبول دارم این نفرتی که بخشی از جامعه نسبت به فقه گرفته ناشی از چیه؟ ناشی از این که امثال این جریان که یک جریان ایدئولوژیک غیر فقهیه آمده به اسم دین و فقه. میدونم اینا به دلیل بیسوادیشون در فقه یا واقعا اینها چیزی به نام فقه رو قبول ندارن. مثلا محسن عراقی کسیه که خودش سالها در نجف و قم و فلان درس خونده تو به فقه، یا دقیقا نکته ای رو بیان میکنه که جواد فاضل پولم میشه به عمر رو واکنش نشون میده، یا آقای قانی واکنش نشون میده، که اینها به هر حال آدمای غیر سیاسی و کاملا آخوندی هستن. میخوام بگم یه افرادی از اینها یه ذره فقه خونده، بعضیشون زیاد فقه خوندن، یعنی مثلا قبول دارم میر باقری، احمد علم الهدا اینا نخوندن، اما به هر حال محسن عراقی که خونده. خب من دیگه در مورد افراد نمیخوام نظر بدم. ببینید قالب اینها افرادی هستن که از لحاظ فقهی واقعا بی سوادن، یعنی اولیات فقه و اینا نمیتونن. اینها بعضی از اینها توانایی خوندن از روی متون ساده رو ندارن. من دلیل نمیخوام وارد این بحث بشم، من میخوام این رو به توجه بدم که چون دال مرکزی قدرته، ترمزهایی که در قدرت در حکومت دینی وجود داره قانون است و فقه. این آقایون قانون رو که میگن اینها سکولارن، قانون رو میذارن کنار، در برابر فقه هم میرن یک نگاه احساسی عشقی ایدئولوژیک غیر فقهی رو میارن. برای چی؟ هدف یک چیزه، باز شدن دست قدرت، بی پناه شدن مردم در برابر قدرت. به همین خاطر در آزمایش هایی مثل جنبش مهسا و امثال ذلک، اینها میبینید که هیچ حد یقفی ندارن، هیچ حد یقفی، و اینها با این اندیشه های خطرناک اقلیتی از مذهبی ها رو به عنوان ایدئولوگ برخلاف شریعت میان ذهن اینها رو به سمتی میبرن که این بیچاره ها که واقعا مستضعفن، اینها بشوند ابزار قدرت برای عبور از مرزهای قانون و شریعت. شما عرائض بنده رو دوستان عزیز میدونم. آیا فکر نمی کنید که این تفکر اگرچه در ظاهر به نوعی متولد شدن از درون رحم مرجعیت شیعه و حکومت جمهوری اسلامیه، اما در واقع فرزندی میشه که هیولایی تبدیل میشه که اون صاحب رحم رو میخوره؟ آیا فکر نمی کنید اینها روندشون به نوعی بیشتر در تضاد با جریانهای غیر مذهبی یا جریانهای آتئیستی و ضد مذهبی اینا باشه، بیشتر باعث نابودی جریان فقه محور و جریان بله. حاکمیت جمهوری اسلامی میشن؟ بله قطعا اینطوره. شما وقتی که آمدید یک اقلیتی رو با محوریت قدرت، با یک نگاه فاشیستی آمدید اینها رو محور قرار دادید، روز به روز از اکثریت فاصله میگیرید، روز به روز به ابزارهای خشن متمسک میشید، روز به روز سرکوب رو افزایش میدید، نهایتا این چیزی غیر از خود براندازیه.
ما نکته مهم اینه که چرا خیلی از شما ببینید چه نسلی رو اینها پرورش دادن. شما فضای شما فقط کافیه بیاید زیر توییت های من رو نگاه کنید، طرف عکس حرم سید الشهدا رو زده، عکس حرم امیرالمومنین رو زده، عکس شهدا رو زده، پرچم ایران رو زده. فوشی که نصیب من میکنه. چرا تو چرا میگی این کار غیر قانونیه؟ چرا میگی این کار غیر شرعیه؟ اینها اساسا وقتی افراد دم میزنن از ترمزها، از حد اقل حقوق که آقا تو نمیتونی اینو بکشی، اینو حذف کنی، اینو از حسی ساقط کنی، اینو اجازه نه قانون به تو میده نه شهر میده. اینها دال مرکزشون شد قدرت. دشمنان این جریان اون کسانی هست که بر اساس قانون و بر اساس شهر میخوان در مورد اون ترمزها و اون محدودیتها جلوگیری کنند. به نظر من از نگاه حقوقی این موضوع از این جنبه قابل تأمله که خواستم دکتر شما کنم. در پرونده های وکالت کردید، حضور داشتید، به هر حال مطالعه کردید که یا به صورت مستقیم و رسمی یا غیر مستقیم، که بخششون بحث اهانت به ائمه و بزرگان دین و ائمه معصومین بوده. مثلا جوانی در وبلاگی، فردی در یک فضای دیگه، هر کسی یه جوری. آیا از من اصلا بگذاریم از اسم این فرد، آیا این حرف رو یک فرد ناشناخته 18 ساله‌ای، حتی آخوند، مطرح می‌کرد؟ آیا بر اساس قوانین و روال، باز تاکید می‌کنم قوانین رویه. و روال رویه جمهوری، نه روال هایی که به هر حال توی مناسبات قضایی آره وجود داره، آیا چه برخوردی با این فرد صورت میگرفت؟ یعنی چند نوع برخورد رو داشت؟ مثلا از اسم این فرد بگذاریم، چند نوع برخورد صورت میگرفت؟ آیا اقماس صورت میگرفت؟ من همونی که عرض کردم خدمتون در توییتر شبکه ایکس، اصلا تردید نکنید بر اساس رویه های موجود کسی که این کار رو میکرد و این پخش میشد، شخص رأساً جلب میشد، احضار نمیشد، رأساً جلب میشد و قطعاً محکوم میشد به توهین به مقدسات. بعد میگفتن چون گسترده بوده باید سقفشو بدیم، یعنی کم کم 5 سال حبس میگرفت. شما ببینید آقا با دیجیتال قاعدتاً به دلیل اینکه پلتفرمی هم که منتشر شده پلتفرم داخلیه، چون ما داشتیم، خیلی جالبه، ما در دیوار مثلا میان افراد یه چیزایی میذارن، یا در مثلا جای دیگه، یا تو بعد اصلا اونقدر احاطه مدیر نمیتونه اینقدر سریع باشه. بعضی مطالب به هر حال نادرستی بوده، یا از نظر محتوایی به اهانت توش بوده، یا هر چیز. اون پلتفرم مدتی بستن. یعنی ما الان در سفر سیما غیر از بحث خدای پناهیان، خود این پلتفرم که اینو منتشر کرده نباید احضار بشه مدیرش که چرا اینو منتشر کرده. اصلا تردید نکنید و رویه رو میگم، چون قبل از انقلاب هم بوده، ربطی فقط به جمهوری اسلامی نداره، یعنی توهین به ائمه و توهین به مراجع همواره در نظام مدنی ما و نظام به هر حال حقوق ما قبل از انقلاب هم برخورد میشد با رسانه ها و مجموعه هایی که این کارو میکردن. نه اصلا بر اساس رویه اصلا تردید نکنید. من ها چند تا پرونده براتون اسم ببرم، محکومیت های سنگین. یعنی اگر سنگین. یه فردی که مثل ایشون نبود، یه شخص باورتون نمیشه، ممکن بود روبرش من بگیره. من فقط اسم امیر اصلانی رو شما سرچ کنید ببینید اعدام شد. من نمیخوام بگم ایشون استحقاق اعدام رو داره ها، من میخوام بگم روی چرا؟ چون توهین به مقدسات های مدرسی، توهین به مقدسات بر اساس ماده 303 قانون اساسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلابه، نه محاکم عمومی. دادگاه انقلاب رویه هاش در توهین به مقدسات بسیار سختگیران است. به عبارت دیگر باید پرونده براشون تشکیل بشه. من جسارت میکنم واقعا، خودم واقعا دوست ندارم این حرفو بزنم، ولی واژه گوشتخ رو مطرح کردن، این اهانت واقعا هست یا نیست؟
من که مطلبم نوشتم منتشرم شد، منی که براءتی هستم واقعا نه به خاطر ایشون، منی که براءتی هستم در عموم، نه چون آقای این گفته باید به عرف مراجعه کنی. حالا به همین عثمان الان نده، اگر این اون واژه رو تالا دادن، اگر فردی طی مدت بعضی اهانت های شبیه ایشون رو داشته، تا کنون با چه احکامی ما در تاریخ به هر حال این پرونده ها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی روبرو بودیم؟ یعنی چه احکامی رو برای این گونه حرف زدن و این گونه سخن گفتن که خشن یک تا بودن؟ 5 سال حبس. آقا دردن. این خشن چیه؟ طرف یه حرفی زده دو پهلو در مورد زیارت عاشورا از همکاران وکیل ما، و اگه برخورد نکنن فردا قوه قضاییه چگونه میخواد مثلا همین گونه حرفا رو با اوشون برخورد دیگه کنه؟ دیگه اجازه بدید دیگه این هیز پس من اجازه بدید از صحبت نکنم، هر رنده سنگین تر میشه. آقای عبداللهی یا معاون اولی که تعیین نشد، به نظر من از آقای عبداللهی بپرسید یا هر کس دیگه. اگر فردا یه کسی مثل آقای پناهیان حرف زدن، شما چگونه میتونید اونو به زندان بکشید؟ اما پناهیان به دلیل مدعی بودن به معروف یا اینکه به هر حال با آقای مطلبی کاشانی به هر حال ماکارونی میخورن، کاریشون ندارید. ببخشید من طولانی شد عرازم، عذرخواهی میکنم از همه حاضرین به خصوص از دوستانی که در استیج هستن، انشالله عرازم مفید فایده بوده. ممنونم از شما و سپاسگزارم. من